خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از انعکاس ادامه تنش‌ها بین ایران و آمریکا خواهیم گفت. و انعکاس افشاگری‌های شبکه‌های اجتماعی. سلام آقای بهنود، این افشاگری‌هایی که گفتید واقعاً لابلای این تنش‌هایی که بین ایران و آمریکا در این هفته هی بیشتر شد، یه ذره گم شد. اول هفته با خبر اومدن ناو آمریکایی به منطقه و آخر هفته هم باز تحریم فلزات ایران. به حال کسایی که توجه به مسائل سیاسی دارند طبیعی است که تعدادشون به نظر میرسه زیاد نیست، ما بیشتریم، که اونها طبیعتاً مسئله اومدن رزمناو، اینکه آمریکا فلزات هم تحریم کرده، اینکه ایران چه گفته، اینکه اروپا چه میکنه، روسیه چه میکنه، اینا همه برشون مسئله است شب و روز. ولی به نظر میرسه که توده مردم بیشتر یه جای دیگه هن. از هفته صبح شروع کنیم، اول هفته ببینیم توده مردم کجا برازه کنیم کجا. گفته 6 پورتری داغ و نیمه داغ در آغاز هفته باید تکلیف این 5 تاست. ولی حالا من با در مورد اون پنجمی هم میگیم که میگه تکلیف چندین داستان نیمه تمام مشخصه، ما سرفصل ها رو برایتان روایت کردیم تا آنجا که زورمان رسیده. آفرین، بارک الله، این جزء شفافیت کار. اولی خانم تامین میلانی است، دوباره که یک نمایشگاهی گذاشتن و نقاشی هم همون نقاشی بودش که، یعنی ادامه همون نقاشی قبلی بود. یه صحبت‌های پراکنده هم که من از خانم میلانی شنیدم همین هستش که میگن که خب بالاخره یک راه روش جدیدی از کجا میدونید که در آینده در همین عالم تجسمی کار من ندرخشید. اینو گفته باشم که خانم میلانی الان به مسابقه گذاشته شهرتش و اعتبارش رو زمینه فیلمسازی و اون داره گم میشه این وسط. من فکر میکنم که چیزی که تو همین گزارش هم در واقع داره بهش اشاره میکنه اینه که خب درصدشون فیلمساز هستن و این داستان نمایشگاه نقاشی گذاشتن ماجرای شده و حالا باید دید که طرفدار ایشون اصلا اصولا این موضوع رو بهش توجهی دارن ندارن، به این قضیه دنبال میکنن، اینا نمیدونم. اما دومی میرسه به خانم مهناز افشار و یک ایمیلی رو که ببخشید یه توییتی رو که از یک اکانت جعلی بود، او فرض کرده بود که تصور کرده بود که واقعی، اون رو توییت کرده و شروع جنجالی شد که حاصلش این شدش که جناب تندرو هم استفاده کرده از موقعیت کشته شدن اون روحانی در همدان و اینها رو یه نوع نازکی به هم دیگه متصل کرد تا سرانجام رسید به نامه آقای رامین پدر همسر ایشون و بنابراین روی صحنه بود. آخرین اتفاقی هم افتاد همین صحبت خیلی مؤدب و قانونی است که سخنگوی وزارت قوه قضاییه کرد و گفتش که نه، جلبی خبری نیست، احضار هست و ایشون چون در سفر خارج هست قرار است بیاد و وقتی بیاد رسیدگی میکنیم و بقیه حرفا شایع است. داستان شیر ایرانیه که به ایران برگشته شده از ایرلند، اسمش کامران بوده، قرار شده بذارن هیرمان. اسمش کامران بوده است در اصل؟ بله کامران بوده، وقتی رسیده ایران تصمیم گرفتن اسمو بکنن هیرمان و بعد ماجراهای حرفای جنجالی آقای سرافراز که باز توی برنامه بهش اشاره میکنیم و اخراج آقای دایی از سایپا هست. بریم به داستان آقای سرافراز برسیم در جمله. خب روزنامه جمله رو میبینید که موضوع اصلی خودش رو، یعنی از اون شیشتایی که هفته صبح انتخاب کرده بود، این مهمتر از همه همین رو میبینه و وایساده یه نگاه سیاسی داره موضوع. یه گزارش خونسردی هم از اونجا بدون این که انتخاب بکنه بگه که خوبه این کار، بعد ایشون حالا مثلا رفته تو تیم احمدی نژاد میخواد چی کار کنه و اینا. نه تو این حرفا که منتشر شد از ایشون خب خیلی به چیزای متعددی اشاره کردن که این مقاله میگه که حالا اینا اگر ادعا باشه، ولی در هر صورت ممکنه بخشی از اینها واقعیت باشه و باید دید که بالاخره مسئولان میخوان چیکار بکنن. در مورد یه چیزای در مورد فرماندهان سپاه گفتن، از اینکه آمریکا میخواد بعد از ماه رمضان به ایران حمله کنه و جنگ خواهد بود و خلاصه داستان‌های از این قبیل. بخش‌های مختلف سیاسی، مسائل مفاسد داشت. بله. روزنامه بعدی جهان صنعت هست که همین ناو آمریکایی رو
تمام صفحه قرار بله، داده. اون روز اولی که اومدش این صحنه آرایی امریکا رو با این ناو دیده، یک دوتی یاد داشتم در موردش داره، یک مقاله گزارشی در حقیقت، گزارش مفصلی هم میبینید که اینجا تیترش اومده اینجا، هما در چاله تحریم، اونجا داره نشون میده که هواپای ملی بدون اینکه سرساش در بیاد در وضعیت بسیار بدی است. تمام اون چیزایی که در زمان آقای آخوندی سفارش داده بود طبیعتاً نرسید و بعد همه مشکلات چند برابر شد. الان خوشحال میشن اگر هواپیماهای 19 ساله و اینا رو آره بیاد و میگه که اینا تجربه‌ای هم که کردن، سومین مدیر عاملی است که در مدت کوتاهی داره عوض میشه، که عوض شد کاپیتان تورج دهخانی زنگنه الان شده مدیر عامل جدید هما. بله، خانمی که قبل از ایشون رفته بود اونجا خیلی امید داشتن که بتونه، خیلی خانم فعالی هم بود، از قرار خانم شرف‌بافی که اون ایشون هم دیگه رفته است و استفاده دیگه هرچی. میگه که در واقع داره انتقاد میکنه که از قول مدیر عامل که گفته که از سال 2010 تا 2015 بانک ملی حتی یک دلار پول برای ایرانه جابجا نکرده و میگه مثلا ما مجبور بودیم هواپیماهای قولپیکر رو برای جابجایی قطعات و اینا بلند کنیم که این خیلی هزینه داشت برای ما. بله، یا اینکه حتی بخواد قطعه رو بیاره و این میگفت خب برای ما بسیار هزینه داشت. الان بحث بازنشسته ها هست، صندوق بازنشسته ها، بحث خود خدمه هست و خب مسائل دیگه، حالا قطعات یدکی و اینا که خب در اصل شرایط خوبی نداره. بریم بعدی کیهان رو ببینیم. حالا دیگه به آخر هفته نزدیک شدیم، بنابراین قبل از این که شما بخواید این داستان مرگ برجام و حرفای کیهان در این مورد رو بگید، بعد نیست اشاره بکنید به این زنگ خطر حرکت‌های ضد فرهنگی در مدارس که واقعا در طول هفته کلی در موردش حرف زده شد. اون فیلمی که در واقع فیلم‌هایی که از مدارس منتشر شد که بچه‌ها خیلی کوچولو با آهنگ ساسی مانکن می‌خوندن و شادی می‌کردن به مناسبت روز معلم و واکنش‌های خب روزنامه‌های مثل کیهان خیلی تند بود. از یه طرف آقای مطهری خواهان اخراج مدیران مدارس و اینا شدن و وزیر آموزش پرورش هم گفت نماز رو باید رایج کنیم، ولی روزنامه‌هایی هم بودن یه ذره منطقی تر نگاه کردن و اینکه خب اصلا ما بد نیست یک بار بشینیم ریشه یابی کنیم که شادی یک مؤلفه فرهنگیه، خب آدم ها میخوان. ولی خب از یه طرف هم چیزی که به نظر من برای همه عجیب بود این که این بچه های اینقدر کوچولو چطوری تمام این شعرها رو حفظن. حرف مهمی که زده شد این بودش که اگر قرار بود این راهی رو که توصیه میکنن، یعنی راهی رو که از راه نماز و تبلیغ دین بچه ها از اینجا برداشته بشن، خب این کاریست که 40 سال شده، پس بنابراین باید یه راه حل بهتری پیدا کرد. بله. برای اینکه این اتفاق نیفته. این حرف خیلی منطقی بود که آدم‌های مختلفی زدن در هفته گذشته و پیشنهاد، ولی اصل قضیه بیشتر به نظر میرسه که ناشی از این است که باز آقای خامنه‌ای حرفی گفت و بنابراین همه شروع کردن درباره این قضیه بیسی و این ادامه همون داستانه که بیشتر هم معمولاً اینا تبلیغاتی است که مدت کوتاهی در بر میگیره و بعدم فراموش میشه. شما در مورد برجام می‌خواستین ببینید که کیهان خوب از ابتکاراتی به کار میبره، تیتر کم میاره به نظرم اینطوری میشه، یا تیتر دلخواه خودش کم میاره. خب سالگرد خروج امریکا از توافق هسته‌ای است، کیهان 5 تا مقاله رو روهم گذاشته با اسم نویسنده و ازش تعبیر کرده به اینکه 5 تا نکته میخوام براتون بگم، ولی این 5 تا نکته‌ای که میخواد بگه همونه که در تیترش خلاصه شده. یه سال پس از مرگ برجام آمریکا رفت، ما ماندیم و خسارت محض. پس چیه؟ پس جهت این مقاله مثل بقیه مقالاتی که در این روزها جناح اصولگرا تندرو می نویسن اصلا به طرف آمریکا نیست، به طرف دولت آقای روحانیه، به طرف اینه که شما ها اومدین ما رو سرگرم برجام کردید و بعدم سال پیشی موقع رفت بیرون ما گفتیم شما هم همین موقع برید بیرون، نرفتین و حالا رسیده به اینجا که ما موندیم و خسارتشو و حالا این حرفای جدید. بریم روزنامه ایران رو ببینیم که از روی دیگر برجام داره میگه. ایران روزنامه دولت، پس بنابراین درست مخالف کیهانه. بنابراین میگه که ایران به اعضای برجام برای اجرای تعهداتشون 60 روز مهلت داده، که البته به روزنامه نرسیده، که روزنامه دیروز دیگه روزنامه پنجشنبه است بهش نرسیده که واکنش آمریکا چی بوده از اروپا، حتی اروپا را
بگوید و میگه که یه روی دیگه برجام هم همین کاریست که الان داریم میکنیم و اون این استش که از خود متن برجام استفاده میکنیم. از قول آقای روحانی گفته که اورانیوم غنی شده آب سنگین ما را از امروز نمیفروشیم، مردم ما بدانند ما از برجام خارج نشدیم و برجام پا برجاست، چیزی که تمام مقامات ایران مدام بهش تاکید میکنن که ایران از برجام خارج نشده و هنوز همه چی در راستای و در توی برجامیم. ما هنوز توی برجام داریم خیال کنیم. ظاهرا مسکو و اروپا هم همینه میگن، میگن که صلاحتون است که همینجا بمونید و اینکه راه انتخاب کردیم، راهی که راه جنگ نیست، راه دیپلماسی است. آقای بهنود، بریم سراغ برگزیده ها. این هفته صبح نو رو آوردید با نقاشی اول یا طرحی از بله، اول این صفحه رو ببینید که صبح نو روزنامه اصولگرای نزدیک به آقای قالیباف چیز کرده، میگوید که گفتگوی کردند دو تا خبرنگار روزنامه با خانم زینب نصرالله، دختر سید حسن نصرالله. عکسی که از ایشون در صفحه داخلی چاپ شده نشون میده خیلی هم جوان هست. خب حالا اینکه گفتگو کنی شما با یه نفر بعد نقاشی پدرش رو بذارین صفحه اول، این خودش یک بابی است، یه نوع تجدد داره. یه چیز جدیدی بود. شروعش چجوری شروع شد؟ قرص بود و محکم، کاریزمای خاصی داشت، بعد درست مانند پدرش. بعد نکته بامزه این بود که مثلا میگفتن که خب حالا یه خیلی گویا کم فارسی بلد بودن، بعد ولی مثلا سوال اول رو مینویسن که مثلا ما این سوال رو پرسیدیم، بعد منتظر شدیم که مترجم ترجمه کنه. خب واقعا نوشتن این آیا برای خواننده چه چیزی؟ حالا اون عیب نیستش دیگه. نکته بعدی که برای من خیلی جالب بود این بود که خانم زینب میگفتن که منو در ایران خیلی بیشتر میشناسم، من در لبنان یه آدم معمولی هستم، فوقش مثلا چهار تا دوستای دور و برم بدونن که من مثلا دختر کیم. در کل مصاحبه جالب بود. به نظرم اولش جا بود که خبرنگارا سعی کردن که ازشون بپرسن که چند تا سوال به اصطلاح سیاسی بکنن، از جمله که هم اول ازشون پرسیدن که خود نحوه این سوال هم خوب جالبه دیگه، اینا پرسیدن که در کشور ما حضرت آیت الله خامنه ای علاوه بر جایگاه سیاسی به عنوان رهبری کشور توجه زیادی مسائل فرهنگی و جوانان و اینا دارن. آقای سید حسن نصرالله هم همینطوره به مسائل روز و جوانان اینا میرسن. یا حالا قیاس هم بذارید چون آسد هستن اصلا که خب از نظر شما عجیب نیست؟ یعنی شما وقتی میخواین مثلا یک کسی اینطوری رو پیدا کردین، دلتون بخواد یه ذره از زوایای زندگی این آدم، خود فقط گفته دیگه، منتها با این مقدمه شاید لازم نبود که حالا مقایسه با خامنه ای، ولی بعد از اینکه اینو میگه او اتفاقا پاسخش خیلی پاسخ صمیمانه است. میگه که بعد از جنگ 33 روزه دیدارهای سید با مردم و جوانان خیلی کم شده به دلیل امنیتی. اصلا ایشون هم مثلا که نمیتونستن پدرشون خیلی ببینن. بله میگه که حالا به طوری است که بعد تو سوالای بعدی جواب میده که بعد ازش میپرسه که نظر فرهنگی اینا چجوریه، میگه من تو اونجا که یادمه، یعنی لابد موقعی که ایشون بچه بودن ایشون کتاب میخونه و فلان اینا، ولی دیگه مدت‌ها مریضی همدیگر نمیبینیم و چیز نیست. ولی به هر حال مجموعاً اینکه یک مصاحبه رو تصمیم گرفتیم با یه نقاشی اینطوری که ذره شبیه روحانی نیست، قاعدتاً به نظر من شاید بهتر بود عکس خود خانم باره عکس داشت گذاشته تو، ولی خب به هر حال این عکس چیزتر بود دیگه، سینت پدر. بریم روزنامه سازندگی رو ببینیم با مقاله‌ای که از آقای قوچانی آوردیم. ببینین این شماره سازندگی که ببینین در یه گزارشی داره که همین بهشت قاچاقچیان بنزینه که گزارش خوبی است و اومده صفحه اول، ولی من این انتخاب اشارم به سازندگی بابت مقاله آقای قوچانی است. آقای قوچانی به مناسبت شروع ماه رمضان که یه روز هم میدونید امسال دیرتر اومد چون دیده نشد، استهلال صورت نگرفت، بعد اونجا میگوید که ربنا رو امسال هم پخش نکردید و وارد این بحث میشه که ربنا رو چرا پخش نکردید و اونجا یک بحثی رو باز میکنه که به نظر من در روزهای آینده ادامه پیدا خواهد کرد. این بحث در مورد دین مدنی، یعنی شما اگر که بخواید نگاه کنید همه کسایی که مثلا به عنوان اینکه در دوره قبل از انقلاب چه بود و اینا صحبت میکنن، همشون
اقرار دارن به اینکه دین مدنی در ایران رایج بود، یعنی در زمان قبل هم ماه رمضان نمیشد در خیابان روزه خاری کرد، رستوران ها بسته بود، اون جایی که هتل بودن ناچار بودن پشت شیشه چیز بزنن. آیینی که در اون اسلام یک فرهنگ و نه ایدئولوژی، یک فرهنگ میگه، حالا فرهنگ توی این فرهنگ از جمله چیزایی که جا میگیره همین مثلا ربنای آقای شجریانه که درست اوچاری اینجا رو باز میکنه، میگه در نتیجه ضرر کرده این بابت یه همچین اتفاقی. این بازگشودن بحثی است که بحث جدی هم هست، سیر فوستی مهمیه. خیلی عالی. بریم صدا رو ببینیم. سلطانیسم آمریکایی، این روی جلدش که سلطانیسم آمریکایی رو چهره آقای ترامپ رو نقاشی ازش گذاشته، سه جواد رو در حقیقت جواب آقای روحانی رو میده که گفته که ما با یه چاقوکش چه مذاکره‌ای داریم بکنیم. ایشون میگه که چاقو رو باید دستش میگرفتیم. بنابراین روح میگوید که چطوری باید میگرفتیم؟ از اولی که انتخاب شد، قبل از اینکه این فشارها رو مایه مذاکره بکنه، باید خلاصه شروع میکرد مذاکره کردن خلاصش. اما به نظرم دو تا نکته مهم توی این شماره هست. یکی مقاله آقای کاشی، بله آقای قرمز کاشی است که مقاله بسیار مهمی است، ذره های هراسان در طوفان انتخابات. واقعا بی‌نظیر بود، خیلی واقعا یک مقاله دست رو شسته منطقیه که واقعا خوندنش خیلی جالب. من توصیه میکنم واقعا این مقاله رو بخونن، یه جنبندی خیلی درستابی هم داره. به عنوان استاد علوم سیاسی دانشگاه ایشون میگه که خلاصش، در خلاصترین وجه اگه بتونم خلاصه کنم، که ناامیدی همه گیر شده و همه رو در بر گرفته و حالا این که ایرانیان به مردمانی وحشت زده تبدیل شدن که در یک دنیای تاریک و تنها گیر افتادن. بله، میگه حالا تو این وسط که ما به همچین آدمای تبدیل شدیم، هیچ کسی نمیتونه بگه که هر از گاهی یه مرتبه صندوق انتخابات میذارن که بدویم برین و انتخاب کنین، اگر انتخاب نکنیم فلانی انتخاب میشه خیلی بدتره. معتقد است که ما هم بدبخت ها هم میدویم، رأی میدیم از فردا، دوباره هر کسی دوبال کار خودش میره. به این ترتیب هستش که ایشون معتقد است که این شرایط عینی نامطلوب امروز الزاماً ارتباطی به سیطره ناامیدی نداره. برابر این اعتراض داره به کسایی که به صندوق انتخابات به عنوان یک وسیله شفابخش نگاه میکنه. اما دومین مقاله مهمی که در این شماره هست، مقاله های سعید عجلیانه درباره سلطانیسم آمریکایی که روی جلدم میبینید، به نظر من مقاله بسیار مهمی است. ادعاهای ترامپ رو بررسی میکنه از دیدگاه خودش و ادعاهایی رو که در ایران در جواب او گفته میشه اونها رو هم بررسی میکنه و بالاخره میرسه آخر الامر این که این روش ها منطقا ره به جایی نمیبره. بریم روزنامه اعتماد با مقاله‌ای که از آقای عباس عبدی انتخاب کردیم. آقای عبدی به طور کلی حرفش اینه که چرا کنشگران سیاسی، حالا هم از خارجی یا داخلی ایران، ایرانیان خارجی یا داخلی ایران، چرا از اصلاح طلبها انتظار اینو دارن که جنبش خیابونی را بندازه هی پشت سر هم، یا وقتی که راه میفته ازش حمایت کنه. بعد اینجاست که وارد تحلیل موضوع میشه که جنبش خیابانی به دلیل اینکه میتونه سرکوب شه و یه عوارضی باقی بیاره هی خلاصه تر میشه و در نتیجه استفاده ازش باید با حساب تر باشه حتی اگه ممکن باشه. و اینجاست که سوابقی میگه، میگه که مثلا اتفاقاتی که در منطقه افتاده تو این چند سال اخیر، به خصوص اون ماجرایی که معروف شد با بهار عربی، خب این تظاهرات و به اصطلاح چیزای اعتراضات خیابانی بود دیگه. در اول کارم یادمون باشه همه دنیا، درست میگه آقای عبدی، همه دنیا خیلی دست زدن، خیلی ازش استقبال کردن، تعبیر کردن که این همون حکایتی است که در شوروی اتفاق افتاد و فلان اینا، ولی عملا این همچی اتفاقی نیفتاد. مصر جای مبارک داده شد به سیسی، در تونس که یه ذره وضع بهتری وجود داشتش، برقی واسه که این شرایط که می‌بینین، در لیبی دیدین چی شد، در عراق هم دیدین چی شد. به هر حال این اعتراضات خیابانی الزاما معنیش این نیست که به جای بهتری برسه. خلاصه حرف آقای راه حل پیشنهاد میدن یا نه؟ ایشون من ازش استنباط میکنم که بیشتر تعقل رو پیش میکشه، بیشتر از اینکه نفی کنه بگه که چیز نیست. میگه البته من مخالفم با هر موضوعی کشیدن تو خیابون، ولی به هر حال معتقده به این که با تعقل هر کدوم از این کار رو کرد و اینکه
بر هر حادثه هم دست بزنیم اینم درست نیست. تجارت فردا رو ببینیم. خب در شرایطی که میدونیم و خبر داریم و اینا همه میدونیم، تجارت فردا هم به عنوان معتبرترین نشریه هفتگی اقتصادی کشور میبینید که کمخونی رو گرفته. ببینید این مقالات متعددی داره، گزارش‌های متعدد داره که خلاصه کردنش کار بسیار مشکلی هم هست، ولی اون 10-15 صفحه رو اگه بخوایم خلاصه کنیم همین چیزیست که خودش روی جلد خلاصه کرده. بخونید شما خواهش می‌کنم. کمخونی ابر چالش ها چگونه خون اقتصاد را میمکند. سرمایه گذاری در اقتصاد ایران متوقف شده، رشد موجودی سرمایه صفر به صفر گرایده، بودجه عمرانی دولت نیز به تدریج در حال حذف شدنه، چون بخش مهمی از منابع کشور صرف کسری صندوق های بازنشستگی، مشکلات نظام بانکی و کسری بودجه دولت میشه. در شرایطی که رشد اقتصاد ایران وابسته به سرمایه گذاری های جدیده، چطور میشه خون تازه به اقتصاد تزریق کرد؟ سوال خوبیه ولی واقعا فکر نمی‌کنم کسی جوابی داره براش. حالا یکی از جوابا رو ببینیم. آقای حسین عباسی که اقتصاددان ایرانی است، مقیم آمریکا هستن ایشون البته، اینجا یک مصاحبه باش شده، تیترش رو مجله زده پسر لوس پدر سابقاً پولدار. خب میتونیم بفهمیم که در مورد چی داره صحبت میکنیم دیگه. بعد این آمار و ارقام اینا همه اومده تا رسیده این سوالی که شما کردین رو اینجا مطرح کرده خبرنگار، که حالا این وضعیت اینطوری است، آیا میشه با رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری یا نوآوری امیدوار بود؟ میگه در اقتصاد جواب برای بهبود همیشه مثبته. وضعیت امروز ایران هر قدرم که وقوع رنج باشه، از تجربیات خیلی از کشورهایی که با چنین مشکلاتی روبرو بودند دور نیست، حتی میشه گفت زرم بهتره. ایران کشوری با 82 میلیون جمعیتی که بخش بزرگی تحصیل کردن، مثل قطر یک کشور کوچیک و با واسطه واردات مواد غذایی نیست که اگه تحریم بشه با کمبود غذا مواجه میشه. نه، ضمن اینکه همسایگانی داره که از نظر ساخت اقتصادی انقدر با ما تفاوت و شباهت دارن که بتونیم بازارمون رو گسترش بدیم، از اونا تأمین بکنیم. پتانسیل بزرگی است. اما پسر لوس پدر سابقاً پولدار آیا حاضر آستینه خودشو بالا بزنه و کار کنه؟ آیا پدر سابقاً پولدار حاضر این خواسته رو با پسر لوس خودش مطرح کنه؟ و بعد اونجاست که میگه اگه دولت همچنان اصرار داشته باشه که به هر شکل ممکن مصرف خصوصی مردم رو تضمین کنه، بنزین رو به قیمت ارزون بفروشه، مالیات رو کم بگیره و بقیه کارهایی که میکنه، قطعاً کشور دچار مشکل میشه. باید در سطوح بالای مدیریتی کشور این مسئله پذیرفته بشه که ادامه مصرف بدون تغییر در رفتار تولیدی غیر ممکنه. خلاصه ترین وجه گفته‌ای که در این صفحات تکرار شده که از دربت از زوایای مختلف گفته شده همین بود که عرض کردم خدمتتون. میشه خیلی خلاصه این اطلاعات هفتگی رو هم ببینیم؟ اینا نقاشی های بچه هاست که حالا معلوم نیست چرا بچه ها شاه فرار کرد و دارن میکشن. بچه ها میشه ها میشناسن که داره بعد فرار کرد اینا، حالا برای میکشن. خب این وسط جا کم آورده صفحه بند یه عکسی گذاشته دانش آموزان کنار کلاس 1-2 مدرسه کرامت کرج با تشکر از مدیر محترم. اون موقعی که صفحه بندی سوربی بشد جا کم میوردیم از این کارا میکردیم، کودک زیبا میذاشتیم. الان که کامپیوتر درست میتونی. و بعد یه صفحاتی وجود داره که این صفحات مستقیما از توی اینترنت اومده. دو تا تیتر هم صفحه اول داره که بله اگه قرار بود یه تیتر گیرا انتخاب کنیم همین هستی که کریزه زرین دست فیلم بردار با سابقه میگه که امیر نادری از طریق من وارد سینما شد. یگانه یاقوت‌پور رو هم که اینجا رو جلد اومده، این هم توجه بکنید واقعا باعث اسباب تأسفه که یک مصاحبه شده با این دختر که قایقران هست و اینها رفتن یک مسابقه ای هم شرکت کرد در اسپانیا بوده، اونجا رفتن دوم شدن. دلیل دوم شدنشون هم این بوده میتونستن اول شند، به خاطر اینکه اگه مختلط مثل بقیه تیما بودند که مربی میاد انتخاب میکنه مثلا دوتا خانم ها میشده، ولی اینا خب نمیتونستن این کارو بکنن و در نتیجه دوم شدن. ولی بازم خیلی مهمه و میگه الان که حالا اومدیم کسی حمایتمون نمیکنه و اینا، در نتیجه گفته ما تو فاضلاب و اینا تمرین میکنیم تو بندر عباس و اصلا مناسب نیست و شرایط اینطوری خالص.
ما بنوت بریم کارتون آخر از نعیم تدین رو هم ببینیم. سهمیه بندی بنزین در ایران فعلا متوقف شده. دیگه میدونین که بعد از این صحبتی که پیش اومدش که اون خبر درستی نبوده و اینا، که البته روزنامه‌های تند رو باور نکردن، طعنه زدن به وزارت نفت، گفتن که خب اینو خود معاون وزارت نفت گفته بوده. به هر حال اون صفا جمع شد، معلوم شد حالا فعلا قرار نیستش که بره بالا. نکتهش بامزه‌ش اینه که میگه متوقف شده که شده، صف رو چرا به هم میزنی؟ آره دیگه، چون اینا دارن فرار میکنن برن و معلوم میشه کجا دارن میرن. میریم صف ماکارونی و کنسرو ماهی تون بگیریم. بله، البته کشور من و شما یعنی ایران شاید تنها کشوری است که وقتی یک جنس توی بقالیش قیمتش میره بالا، صف براش بریکینگ نیوز بعضی از شبکه‌های بزرگ جهان هم میشه. کنسرو ماهی تون و ماکارونی و اینا میگن اصلا کمیاب بوده، یا شکر توی هفته گذشته، یعنی از شروع ماه رمضان، حالا تون ماهی که مثل اینکه شدهش 18000 تومان و بعد اصلا نایاب میشه. حالا بعد ببینیم چی میشه. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما، مرسی که با ما بودید. منتظر نظراتتون درباره تمام برنامه‌های بی بی سی فارسی هستیم. تمام راه‌های تماس ما برای شما بازه، کافیه که فقط به آدرس بی بی سی دیدبان توییت کنید یا به تلگرام بی بی سی فارسی با شناسه @BBC شما برامون پیغام بذارید. یادتون نره پیغاماتون رو با هشتگ دیدبان برامون بفرستید. همینجا از طرف خودم و آقای بهنود با شما خدافظی می‌کنم تا هفته آینده. شب روزتون خوش.